درود بر شما همراهان کانال دیگه چه خبر لطفاً برای حمایت از ما ویدیوها رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید سپاس اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور این روزها در تلاش است چهره جدید و مستقل از دولت فعلی از خود به نمایش بگذارد ولی عملکرد هشت ساله اش و نقشی که در برخی تصمیمات خانمانسوز اقتصادی دولتهای یازدهم و دوازدهم داشته گریبانش را رها نمی کند در حالی که کمتر از یک ماه به انتخابات ریاست جمهوری 1400 باقی مانده و هنوز اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده اعلام نام نشده است برخی از نامزدهای ریاست جمهوری زودتر از دیگران کریخانی های انتخاباتی را آغاز کردند اسحاق جهانگیری معاون اول دولت روحانی در هشت سال گذشته یکی از چهره های انتخاباتی 1400 است او در حالی وارد کارزار انتخابات شده که سال 96 به عنوان کاندیدای پوششی ثبت نام کرده بود تا در مناظرات یار کمکی حسن روحانی باشد اینکه نقش جهانگیری در انتخابات پیشرو را مانند 96 پوششیست یا خیر البته موضوع گزارش ما نیست و قصد داریم اشاره ای داشته باشیم به عملکرد جهانگیری که در 8 سال گذشته دومین مرد کابینه روحانی بوده و سهم بالایی در وضعیت اقتصادی امروز ایران دارد اسحاق جهانگیری معتقد است اگر دولت دوازدهم و اقداماتش نبود تا کنون کشور فرو پاشیده و اگر اینطور نشده به خاطر اقدامات آنهاست او البته قبل هم در نشستی با مدیران ارشد بانکی گفته بود هر یک از ما در دوران مسئولیت های مختلف خود کارنامه ای داریم و عملکرد ما از حافظه مردم پاک نخواهد شد با وجود رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در بازارهای مختلف و ثبت رکورد دلار 32 هزار تومانی سکه 16 میلیونی پراید 100 میلیونی گوشت 140 هزار تومانی مرغ 36 هزار تومانی مسکن چند میلیاردی و افت افتضاح مدیریتی دولت در بورس و زیان 80 درصدی سهامداران و غیره جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفته است که عملکرد ما از حافظه مردم پاک نخواهد شد. اتفاقا جهانگیری به نکته دقیقی اشاره داشته. امکان ندارد مردم فراموش کنند که چطور در دولت روحانی که جهانگیری 8 سال معاون اول او بود دلار از 3000 تومان به 32000 تومان هم رسید چه شد که سکه از 1 میلیون تومان به 16 میلیون تومان رسید پراید 17 میلیونی چرا یک باره بالای 100 میلیون تومان قیمت خورد حتما مردم فراموش نخواهند کرد که در دولت روحانی خاندار شدن به آرزوی محال تبدیل شد مگر می شود گرانی قیمت بنزین و افزایش سایر قیمت ها در این دولت فراموش کرد آن هم دولتی که از ابزار خوب مذاکره هم بهره برد ولی وضع اقتصاد حتی پس از مذاکره و قبول برجام هم بدتر شد که نشان میدهد اینها مذاکره کنندگان خوبی هم نیستند و بیش از آن که به نفع معیشت مردم امتیاز بگیرند امتیاز میدهند قطعا آمار کاهش چشمگیر مصرف گوشت و مرغ در دولت روحانی از حافظه تاریخی مردم و رسانه ها پاک نخواهد شد گوشت 140 هزار تومانی و مرغ 36 تومانی را مگر می شود فراموش کرد افزایش قیمت ها با دستور دولت حتی در روزهای پایانی دولت را مگر می توان فراموش کرد زیان 80 درصدی سهامداران بورسی آن هم بعد از دعوت رئیس جمهور از مردم برای حضور در بورس آیا قابل فراموشی است تورم 50 درصدی به روایت مراکز غیر رسمی و بیش از 40 درصدی به استناد مرکز آمار آیا امری است که به راحتی از حافظه مردم پاک شود آن هم در حالی که جهانگیری که نقش کاندیدای پوششی روحانی در انتخابات 96 را بازی می‌کرد در یکی از مناظرات خطاب به مردم می‌گفت امروز دیگر کسی از گرانی و تورم حرفی نمی‌زند چون کاری شد کارستان رونق شده است رشد اقتصادی در سال جاری بالا رفته فضای بین‌المللی مثبت شده بله آقای جهانگیری کاری کردید کارستان به ازان مرکز آمار تورم سالانه در اردیبهشت ما 41 درصد عبور کرد البته طبق گزارش هایی که برخی نمایندگان مجلس ارائه دادند برآوردهای دقیقتر نشان میدهد که تورم فروردین ماه 1400 بیش از 50 درصد بوده و رکورد 75 ساله تورم در دولت روحانی شکسته شده است اظهارات جنجالی جهانگیری از همان روزهای بعد از انتخابات 96 تا امروز دست به دست میچرخد و باعث میشود که مردم حداقل شعارهای توخالی دولت تدبیر و امید را فراموش نکنند کنند. آن هم در حالی که مدعی بودند جلوی رشد لحظه‌ای قیمت دلار و گرانی ها را میگیرند نکته تاسفبار دیگر این است که جهانگیری قبلا شعارش این بود که کاری می کنند که دیگر هیچ فقیری در ایران نباشد اما در حالی که هشت سال در دولت روحانی مسئولیت معاون اولی را به عهده داشت و سمت‌های مهم در تصمیم های اقتصادی را یدک میکشید هنگام قرائت بیانیه انتخاباتیش زمانی که به موضوع فقر رسید بغز کرد و از برنامهش برای مبارزه با فقر گفت این در حالی است که فقری که الان گریبانگیر مردم شده ناشی از سیاست های اقتصادی و ارزی است که در دولت روحانی اجرا شد و اتفاقا جهانگیری هم جزء مدیران ارشد اجرایی آن بود بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که سیاست ارزی دولت به خصوص در حوزه ارز 4200 تومانی یا همان دلار جهانگیری باعث توزیع ناعادلانه ثروت شد و رانت بزرگی برای برخی نزدیکان دولت ایجاد کرده است. دوشنبه 20 فروردین 97 روزی که اسحاق جهانگیری با اعتماد به نفس کامل اسمن سیاست گذاری کرد و رسما حکم تعطیلی صرافی ها و فعالان بازار ارز را داد و گفت از فردا دیگر هیچ قیمتی جز 4200 تومان برای هر دلار آمریکا رسمیت ندارد و کسانی که به غیر از این قیمت بخواهند خرید و فروش کنند به جرم قاچاق دستگیر خواهند شد شاید فکرش را هم نمی کرد که آن تصمیم سیاهترین سیاه ترین سیاست ارزی چهل ساله کشور نام بگیرد آن روزها حامیان دولت از جمله ارگان رسمی کارگزاران جهانگیری را سوپرمن نامیدند و با ابراز خوشحالی از میدانداری او گفتند کشتی طوفان زده اقتصاد کشور ناخدای کاربلدی دارد اما در کمتر از چهل روز برق برگشت و با این سیاست اقتصادی نافرجام 18 میلیارد دلار از اموال و دارایی های کشور سوخت و از بین رفت البته در همان زمان نیز اغلب کارشناسان اقتصادی نقدهای تندی نسبت به دلار 4200 تومانی مطرح کردند اما گوش دولت بدهکار نبود و چند روز پس از اظهارات جهانگیری دستگیری ها آغاز و دلالان میدان فردوسی و سبز میدان با دستبند به تیتر یکی رسانه های دولتی تبدیل شدند. این اقدام عجیب که برخی آن را تیر خلاص به اقتصاد بیمار کشور در دوران روحانی میدانستند تا همین امروز همچنان جزء سیاست های دولت است و هنوز هم دولت بنای دست کشیدن از آن را ندارد اقدامی که نه تنها باعث نشده کالاهای اساسی به قیمت دولتی دست مردم برسد که همزمان ضمن افزایش گرانی ها موجب فساد پیچیده ای هم شده است فساد و رانت بی سابقه ای که از یک سو جیب برخی خواص را پر کرده و از سوی دیگر جیب دزدانی که با کارتهای استیجاری افراد دیگر چون کارتون میلیون میلیون‌ها دلار پول کشور را بالا کشیدند. با این حال اما جهانگیری بدون توجه به کارنامه بسیار ضعیف دولتی که هشت سال معاون اول آن بوده و اتفاقا سهم بالایی هم در تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی داشته است با اعتماد به نفس وارد کارزار انتخاباتی شده و حتی تاکید هم کرده کشور به اصلاحات گشا و, و واقعی نیاز دارد احتمالا جهانگیری در هشت سال گذشته فرصت کافی برای اعمال اصلاحات افقگشا و, و واقعی نداشته و یا از توان کافی به عنوان معاون اول رئیس جمهور و دومین فرد اصلی کابینه برخوردار نبوده که این روزها باز هم صدای حضور در انتخابات را دارد و حتی مدعی است که برای تغییرات جدید آمده سپاس که کانال دیگه چه خبر رو تماشا کردین لطفاً برای حمایت از ما ویدیوها رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید ممنونم